بیفتن خاطر خبرها. غیر قانونی های ساخته بشه، محیط زیست نباید به خطر بیفته، جنگل نباید تخریب بشه، ولو جا مقدسه، مسجد، حوزه است، بعد از جنگل های ساری بخشی از دماوند هم وقف شد. دولت ایران میگوید قانون اجازه واگذاری نمیدهد. سفر نماینده ویژه آمریکا به 5 کشور برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان. هدف خلیلزاد تبادل بقیه زندانیان و کاهش خشونت هاست. اولین قدم های لهستان برای خروج از معاهده منع خشونت علیه زنان. وزیر دادگستری میگوید معاهده اروپایی خانواده را تضعیف میکند. و کارنامه شاه ایران 40 سال بعد از درگذشت. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری زنده در 26 ژوئیه برابر با 5 مرداد از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتشار خبر واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف گفته که این کوه اثر ملی است و بر اساس قانون امکان واگذاریش وجود ندارد. پیشتر روزنامه همشهری خبر داده بود که بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی به نام سازمان اوقاف سند زده شده. هفته گذشته 5600 هکتار از جنگل‌های ساری به یک واقف خصوصی واگذار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، امروز به شدت علیه ساخت و ساز در مناطق طبیعی و محیط زیست موضع گرفت، ولی به وقف شدن بخشی از جنگل‌های ساری و کوه‌های دماوند مشخصاً اشاره نکرده. همکارم سیاوش اردنان که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو. سیاوش، اگر میشه اول بگو که این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه چقدر اهمیت داره الان بعد از این خبرهای وقف شدن این زمین‌ها که می‌شنویم و چقدر می‌تونه تأثیر بذاره؟ و اهمیت که خیلی داره، به خاطر اینکه تعبیر شده به اینکه به نفع سازمان جنگل‌ها اومده صحبت کرده، به نفع کل اون موضعی که افکار عمومی گرفتن بعد از انتشار دو خبر جنجالی، یکی راجب واگذاری 5600 هکتار از جنگل‌های ساری و بعد امروز واگذاری نزدیک به 3000 هکتار از کوههای دماوند از دامنه تا قله در یک منطقه‌ای که مرتع ملار نام داره به سازمان اوقاف. افکار عمومی الان به شدت برآشفته هستن، حتی خود دولت، سازمان جنگل‌ها، معاون رئیس جمهوری اومدن علیه این مطلب موضع‌گیری کردن. البته تعبیر عمومی این هستش که مملکت رو همجوری دارن میسپرن، ساری رو دادن، دماوند رو دادن به سازمان اوقاف، یک سازمان بسیار قدرتمندی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم صدها پرونده همین مشابه این پرونده‌ای که ما داریم الان در قوه قضاییه در جریان هست و ما حالا صدای دو تاشو میشنویم و ابراهیم رئیسی اومده مشخصا علیه ساخت و ساز در این مناطق صحبت کرده. چون وقتی یه منطقه رو وقف میکنن، اون شخص واقف احتمالاً هدفش تغییر کاربری هستش. تغییر کاربری مثلا در جنگل ساختمان سازی میکنن و خونه میسازن و اینها. دقیقاً، مثلا در جنگل‌های ساری یک امامزاده خیلی کوچک، ساختمان بسیار کوچکی هستش، فرد روحانی که سند به اسمش زده شده، حالا میخواد درختان اونجا رو قطع بکنه، نزدیک به 1000 درخت قدیمی رو قطع بکنه که صرف توسعه اون امامزاده بکنه. یعنی سند آورده که من 400 سال پیش این کارو میتونستم بکنم. و حالا این بحث وارد پیچیدگی‌های حقوقی شده که رئیس سازمان قوه قضاییه اومده علیهش موضع‌گیری کرده. اگر ببینیم توی یه جایی باب تخلف باز شده، نگاه کنیم ببینیم یک جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط داره، به این باب تخلف رو باز میکنه، دیگری هم میگه آقا فلان جا ساخته، سازمان فلان هم اینجا سازمان ایجاد کرده. آقا وقتی که اسم میبرن از جاهای مقدس تو فرمایشاتشون، میگن جا ولو خیلی مقدسه، نیت خیلی مقدسه، اما در جای غیر قانونی نباید ساخته بشه، محیط زیست نباید به خطر بیفته، جنگل نباید تخریب بشه، ولو جا مقدسه، مسجد، حوزه است، مدرسه است، خیریه است، اما نباید. خب این اوج قضیه رو ایشون فرمودن. سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنن به صورت مضاعف بود بهشون برخورد بشه. بخشی از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه رو شنیدیم. سیاوش، ولی این پرونده‌ها اشاره کردی که پرونده‌های زیادتری در جریان، الان هم که صحبت‌های رئیس قوه قضاییه رو شنیدیم، به نظر میاد که همونطور که تو هم گفتی به نفع سازمان جنگل‌ها داره حرف می‌زنه. از این پرونده‌های دیگه بگو و اینکه چقدر این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه می‌تونه تو این پرونده‌هایی که حالا ما دربارش خیلی نمی‌دونیم تأثیر بذاره. ببین، یه بحث حقوقی هستش. کسایی که میان ادعا می‌کنن که واقف هستن، میگن این سندها
سندهای وقف از سالها قبل میارن. سازمان جنگل ها میگه اینا اراضی ملی هستن. سال 1341 تصویب شد که اینا مال سازمان جنگل هستن، بنابراین هیچکی نمیتونه اینها رو وقف بکنه. واقف میاد میگه نه، ما یک چیزی به اسم حقوق مکتسبه داریم. وقتی ما اینها رو وقف میکنیم، این حقوق مکتسبه رو میگیریم که مقدم هستش بر اون قانون سال 1341، که اونا هم در جواب میگن که نه، شما واقف هستیم به معنی مالک خصوصی نیست. این حقوق مکتسبه چی ان اصلا؟ اینو بعد از یک حقوقدان دقیق بپرسیم، ولی کدی که امروز ابراهیم رئیسی در صحبتاش داد این بودش که گفتش حقوق مکتسبه باید منشأ قانونی داشته باشه، یعنی هر قاضی نمیتونه بیاد به میل خودش یه حکمی رو به نفع واقف صادر بکنه. شاید این فضایی رو ایجاد بکنه که قضاتی که در دیوان عالی و دادگاهی تجدید نظر راجع به این گونه پرونده‌ها که مشابه زیاد هست تصمیم میگیرن، یه تجدید نظر بکنن، و یا اینکه حتی اونجوری که خیلی از جامعه محیط زیستی ایران امیدوار هست، این احکام باطل بشه و دوباره برگرده هم در کوه دماوند و هم در جنگل‌های سارین، اراضی ملی برگرده به سازمان جنگل‌ها. متشکرم از توضیحات سیاوش اردن همکارم با ما. اما در ارتباط مستقیم هستیم با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست از ترونهایم نروژ. آقای کرمی خوش آمدید به برنامه. اگر میشه اول توضیح بدید که مشخصا چه شده که الان امکان این مسئله به وجود اومده که سازمان اوقاف بخواد ادعای مالکیت بکنه بر اراضی ملی؟ مثلا عرض میکنم فقط سازمان اوقاف نیست، در این دو سال اخیر به شکل‌های دیگری هم این بحث دست‌درازی به منابع طبیعی و به هر حال تخلفاتی که از قبل وجود داشت حالا علنی‌تر بشه، مثل تغییر کاربری اراضی مرتعی، مثل حفر چاه یا موارد این شکلی. دلیلش هم مشخصه، خیلی قابل انتظار بوده، اینکه بعد از اینکه به هر حال به واسطه تحریم‌ها منابع مالی در گردش پول توی سیستم جمهوری اسلامی خیلی کمتر شده، طبیعی اون سیستمی که به اصطلاح رانت محوری که سیستم اولیگارشی که رانت محوری که به اصطلاح لایه‌های مختلف حکومت رو در اختیار داره، به دنبال عرصه‌های دیگری برای بست اون فساد سیستماتیک بگرده. یعنی از زیر زمین که نفت می‌فروختن پول در می‌آوردن دیگه امکان نداشت، حالا روی زمین چه کار میشه کرد؟ همین بحث جنگل و مرتع و زمین و موارد این شکلی است. این نکاتی که توی گزارش شما بود و آقای اردلان هم اشاره کرده، من این نکته رو بگم، این که گفته میشه قانونن چنین و چنان، قانونن چنین و چنان، ببینید خیلی موارد قانونی این شکلی وجود داره. مثلا 70 متری یا 90 متری حساب دریا حریم عمومی، 25 درصد 25 متری اون خط تالوگ مثلا رودخانه حریم عمومی ساخت و ساز ممنوعه، ولی همه ما میدونیم بیش از 90 درصد ساحل دریا توی شمال اشغال شده، سند صادر شده، آب و برق داده شده به کسی که اشغال کرده. خیلی بی گرم نمیشه از اینکه به مواد قانونی که مدیران جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنن. این نطقی هم که امروز آقای رئیسی کرده، خیلی نطقهای گرمتر از این رو پیش از این مثلا آقای لاریجانی هم داشتن در دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه بودن. آقای کرمی، الان سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست چه کاری از دستشون برمیاد؟ ببینید اگر میخوان واقعا پیگیری بکنن، نکته اول این است که مال اینا دو تا بحث داریم، یکی مالکیت بر عرصه، یکی این که فعالیت در عرصه. مالکیت بر عرصه رو اگر زورشون نمیرسه، ولی میتونن روی فعالیت در عرصه رو قطعاً به اصطلاح از نظر حقوقی راهکار دارن. یعنی مثلا این است که یک عرصه جنگلی رو نباید تغییر کاربری داد، درختاش نباید قطع بشه، توش نباید ساخت و ساز بشه، و از طرف دیگه شما مسئولیت حقوقی داری در مقابل حفاظت از اون. یعنی اگه آتش سوزی رو بده، اگه تخریبی توسط جای دیگری رخ بده، شما مسئول هستید که به اصطلاح این رو جبران بکنید. میشه با فشارها و اهرم‌های این شکلی به اصطلاح این شخصی رو که مسیر قانونی رو رفته، مسیر حقوقی رو رفته، طی کرده که اراضی رو مال خود بکنه، وادارش کرد که به اصطلاح اراضی رو حالا با یک حوال میگن، معوض میگن، هر چی پس بده به دولت. به هر حال نباید داشتن جنگل برای یک فرد خصوصی، یک بخش خصوصی بصرفه. جنگل باید در اختیار دولت باشه. همین مسئله که اشاره کردن، مسئله فعالیت در اراضی، یه مسئله که مطرحه، همین تغییر کاربری این اراضی هست که واگذار میشه. چه تأثیری میتونه این مسئله بذاره روی مسئله محیط زیست؟ ببینید ما میدونیم که ته این ماجرا چیه. این اصطلاحاً سبزشویی رخ میده، یعنی که عرصه رو میگیرن، در ابتدا میگن مثلا ما بهره برداری محدود از چوب خواهیم داشت، بهره برداری محدود از گیاهان دارویی، ولی بعد یک پروژه سبزشویی وارد میکنن. مثلا امامزاده میخواد کنارش یک حوزه علمیه ساخته بشه، یک مدرسه ساخته بشه، میگن برای تامین هزینه اون باید زمین بفروشیم، بعد زمین میفروشن، ویلا سازی میشه، این ویلاها جاده میخواد. همینجوری تجربه‌ای که مثلا ما توی چمستان داشتیم، توی نهارخوران و گیلان داشتیم، توی میان کاله داشتیم، این نقطه آغاز یک ضد توسعه میشه و تخریب در اونجا و این ادامه پیدا میکنه، و از این جهت خیلی لازم است که از همین الان جلوش گرفته بشه.
متشکرم از توضیحاتتون ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید به ایران اجازه استقرار در مرز شمالی این کشور را نمیدهد. او در سخنرانی آغاز جلسه دولت گفته سوریه و لبنان مسئول هر حمله ای هستند که از خاک آنها علیه اسرائیل صورت بگیرد. حساب توییتری آقای نتانیاهو به زبان فارسی این سخنران را بازنشر کرده. دیروز هلیکوپترهای اسرائیل به تلافی شلیک خمپاره از خاک سوریه به مناطق مرزی در استان قنیطره حمله کردند. یک نماینده مجلس ایران خواستار بازرسی دقیق تمام تجهیزات و ماشین‌آلات جدید قبل از ورود به مراکز هسته‌ای شده تا به گفته او از نفوذ دشمن جلوگیری شود. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی این صحبت‌ها را سه هفته بعد از آن مطرح کرده که در مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای تاسیسات هسته‌ای نطنز یک انفجار رخ داد. علت این حادثه رسما اعلام نشد، اما آقای کریمی قدوسی پیشتر گفته بود که خرابکاری بوده. بعضی از رسانه‌ها به نقل از منابعی بدون ذکر نام گفتند که اسرائیل عامل حادثه بوده است. در ایران روزنامه جمهوری اسلامی نزدیک به محافظه‌کاران میانه رو از تصمیم رئیس جمهوری برای برگزاری عزاداری‌های ماه محرم در کنار رعایت ضوابط بهداشتی انتقاد کرده. مسیح مهاجری مدیر مسئول این روزنامه در یادداشتی نوشته که این تصمیم دولت ستودنی اما غیر ممکن است. او گفته که در صورت برگزاری این مراسم در شرایط فعلی به خاطر انجام دادن یک امر مستحب سلامت جامعه به خطر می‌افتد و بسیاری از مردم قربانی کرونا می‌شوند. منابع در حکومت افغانستان و طالبان تایید می‌کنند که دیروز 50 زندانی دیگر عضو طالبان مطابق فهرست این گروه آزاد شدند. یک منبع دولتی به بی بی سی گفته که ممکن است تا عید قربان زندانیان بیشتری در راستای روند صلح آزاد شوند. حکومت پیشتر گفته بود که از میان فهرست 5000 عضو زندانی طالبان نزدیک به 600 نفرشان متهم به جرایم مختلفند و آزاد نمی‌شوند. همزمان زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش را به قطر، پاکستان، افغانستان، نروژ و بلغارستان آغاز کرده تا مسئله مبادله زندانیان را حل بکند. عاطفه طیب استاد دانشگاه از کابل با ماست. خانم طیب، آیا میشه گفت که این سفرهای تازه آقای خلیلزاد ممکنه که بتونه به مسئله تبادل زندانیان و مذاکرات با دولت پایان بده، این مسائل رو حل بکنه و این مذاکرات از سر بگیره؟ سلام بر شما و تمام بیننده های عزیز. قسمی که میدانیم همیشه سفرهای آقای خلیلزاد در کشورهای مختلف به دلیل مسئله صلح افغانستان به یک نحو سوال برانگیز بوده و توقعات و انتظارات زیاد و تبصره های را هم روی خود داشته. به مرحله ما شاهدش هستیم که پروسه صلح افغانستان وارد یک فاز جدید و با حساسیت ها و شکنندگی های خودش هم هست. نظر به چند دلیل میتونیم این سفر را متفاوت تر و به یک نحو دیگه امیدوار کننده تر بدانیم. دلیل اول این هست که فشارهای جامعه جهانی بالای طرف های درگیر در پروسه صلح افغانستان به خاطر به نتیجه رساندن این روند زیادتر شده، خصوصا بالای تحریک طالبان یا گروه طالبان. در بند سوم تفاهم‌نامه‌ای که ایالات متحده آمریکا با طالبان داشتند، شورای امنیت سازمان ملل متحد را ازش خواهش کرده بودند که به عنوان نهادی که روند یا ضمانت اجرایی می‌بخشه به توافقنامه همراهشان باشه. اما اخیراً گزارشی که سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به نشر رساند، به یک نحو تعهد طالبان مبنی بر کاهش خشونت در افغانستان و از طرف دیگر قطع روابط با سایر گروه‌های افغان را زیر سوال برد. در گزارش آمده بود که طالبان شواهدی وجود ندارد که روابطشان با القاعده قطع شده باشه و طرف هم نیروهای طالب خارجی در صفوف طالبان افغانی وجود دارند و از طرف هم ابراز نگرانی شده بود از وجود پایگاه‌های داعش در شمال افغانستان، که اینا هم نشان میده به عنوان نهادی که ضمانت اجرایی قرار بود ببخشه و توافقنامه طالبان و آمریکا به یک نحو انتقاد کردن از طالبان، و این نشان دهنده هست که انعطاف پذیری که طالبان در روزهای اخیر داشتن و گفتن که اگر زندانیانشون آزاد شوه و بتونن که پروسه صلح را آغاز بکنن، اونا حاضر و آماده هستن. و از یک طرف هم دولت افغانستان، قسمی که شما هم گفتین، 50 زندانی دیگر از 600 زندانی آزاد کردن. به خاطر میتونیم بگیم که اینها نشان میدن که امیدواری وجود داره که این سفرها بتونه حداقل منجر به آغاز مذاکرات بین الافغانی شود. متشکرم از توضیحاتتون. عاطفه طیب استاد دانشگاه.
نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. غیر قانونی نباید ساخته بشه، محیط زیست نباید به خطر بیفته، جنگل نباید تخریب بشه، ولو جا مقدسه، مسجد، حوزه است. در پی اعلام خبر واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف با حکم قضایی، معاون رئیس جمهوری ایران گفته که قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. همزمان با سفر نماینده ویژه آمریکا به 5 کشور برای پیشبرد مذاکرات صلح، 50 عضو زندانی طالبان دیروز آزاد شدند. در ادامه این برنامه نگاهی به کارنامه شاه ایران 40 سال بعد از درگذشت. لهستان اولین قدم‌ها برای خروج از کنوانسیون اروپا در مورد منع خشونت علیه زنان را برداشته. به گفته وزیر دادگستری لهستان، معاهده سنت‌های خانوادگی را تضعیف می‌کند. قرار است فردا روند خروج از این معاهده آغاز شود. 2 روز پیش در بعضی از شهرهای لهستان تظاهرات علیه این اقدام دولت برگزار شد. معترضان می‌گویند دولت با این کار می‌خواهد خشونت خانگی علیه زنان را قانونی کند. آدم ایستون گزارش می‌دهد. وزیر دادگستری لهستان میگوید از لحاظ ایدئولوژیک با این معاهده مخالف است. به گفته زیبیگنیف ژوبرو، هدف معاهده مبارزه با خشونت علیه زنان نیست، بلکه میخواهد کودکان را در مدرسه مجبور کند تا درباره جنسیت آموزش ببینند. او میگوید هدف این معاهده ترویج همجنسگرایی و مقصر دانستن مذهب در ایجاد خشونت است. در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان با این معاهده موافقیم و مقررات اون رو به طور کامل میپذیریم. اما قوانینی هم هست که هدف ایدئولوژیک داره که ما قبول نمی کنیم و اونها رو مضر میدونیم. آقای ژوبرو میگوید لهستان به این معاهده احتیاج ندارد و قوانین این کشور برای مبارزه با خشونت علیه زنان کافی است. روز جمعه هزاران نفر که بیشترشان زن بودند در مخالفت با این طرح دولت در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. در ورشو آنها در مقابل دفتر یک گروه محافظه‌کار تجمع کردند که با معاهده مخالف است. روی پلاکارت‌هایشان نوشته بود اعتصاب زنان. جنبشی که چندین سال پیش موفق شد جلوی پیشنهاد دیگر این گروه برای ممنوعیت کامل سقط جنین را بگیرد. کسانی رو میشناسم که تجربه خشونت خانگی داشتن. خودم همون رو تجربه کردم. خشونت خانگی اغلب فیزیکی یا جنسی نیست. ما باید در مورد سوء استفاده های خانگی صحبت کنیم، اما نه در خیابان و با داد و فریاد. باید ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم. بسیاری از کشورها در این منطقه این معاهده را تصویب نکردند. اسلواکی و بلغارستان آن را رد کردند و گفتند که ارزش‌های سنتی خانواده را تضعیف می‌کند. شورای اروپا که طراح این معاهده است می‌گوید گروه‌های محافظه‌کار و مذهبی در این باره روایت‌های نادرست منتشر می‌کنند. این شورا می‌گوید هدف معاهده تحمیل سبک زندگی خاص به مردم و ارائه تعریفی خاص از خانواده نیست. آدم ایستون، بی بی سی نیوز، وارسو. یاگودا گروندسکا خبرنگار لهستانی از سیسیل ایتالیا با ماست. خانم گروندسکا، مطالبات زنان معترض دقیقاً چیه؟ خب زنان در سراسر لهستان نه از دیروز ولی از 3-4 سال از سال 2016 اعتراض می کنند به قانونی که بر اساس آن سکت جنین تقریباً در هر شرایطی ممنوع خواهد شد و در کشور ما همین حالا هم قوانین سفت و سختی برای سکت جنین است. حال حاضر سکت جنین در لهستان ممنوع است مگه آن که جان زن در خطر باشه، جنین با خطر صدمه جدی و غیر قابل جبران مواجه باشه و بارداری در عصر تجاوز جنسی و یا روابط جنسی با محرم باشه. و این یعنی که جان بسیاری از زنان لهستانی در خطر است. دولت برای گروه های بزرگی از شهروندان خود حقوق اساسی یا امنیت تأمین نمی کند. چرا حزب حاکم این اقدام ها رو بهش دست می زنه؟ آیا در جامعه طرفدارهایی داره سیاست های این چنینی که مخالف زنانه؟ خب یک جواب ساده وجود نداره، چون قانون و عدالت حزب حکومتی لهستان یک حزب
محافظه کار با ارزش های کاتولیک، ارزش های کنسرواتیو است و ما هم جامعه بسیار محافظه کار هستیم. نظر سنجی ها نشان می دهند که بیشتر لهستانی ها از مسائل اجتماعی مثل استفاده همجنسگراها یا سکت جنین نمی پذیرند. ولی با این وجود شاید ذکر است که جامعه لهستانی حکیمان تقسیم شده است. مثلا شهر ورشاو به نسبت شهرهای دیگه و به ویژه منطقه روستایی خیلی لیبرتال است. بیشتر از راه دهندگان حزب حکومی مردم کنسرواتیوتر، مردم کاتولیکتر هستند و این اقدامات های دولت مثل خروج از کنونسیون استانبول یک نوع جایزه برای این گروه است. بله، متشکرم از توضیحاتتون یاگودا گروندسکا، خبرنگار لهستانی با ما. ممنونم. محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، 40 سال پیش در چنین روزی بعد از یک دوره طولانی بیماری در قاهره درگذشت. دوران 37 ساله سلطنت او با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود و تحولات مهمی در ایران اتفاق افتاد. همکارم خشایار جنیدی در گزارشی زندگی شاه و دوران سلطنتش را مرور کرده. محمد رضا شاه پهلوی در 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد. 16 ماهه بود که در 3 اسفند 1299 پدرش به همراه سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا کرد و به سردار سپهی رسید. او پسر بچه‌ای 6 ساله بود که پدرش تاج بر سر نهاد و سلسله پهلوی را بنیان گذاشت. حالا ولیعهد کم سن و سال زیر سایه پدر مقتدرش رضا شاه باید برای رهبری آینده کشور آماده می شد. در نوجوانی برای تحصیل در دوره دبیرستان به سوئیس فرستاده شد و پس از 5 سال در 17 سالگی به ایران برگشت تا به دانشکده افسری برود. در شهریور 1320 در حالی که متفقین از شمال و جنوب به ایران حمله کردند و رضا شاه مجبور به کنارگیری شد، ولیعهد 22 ساله ایران بر تخت قدرت تکیه زد. تونست در بیش و کم همه زمینه ها، زمینه رشد اقتصادی، فعالیت زنان، آموزش، ایجاد یک سیاست خارجی که بیش و کم مستقل بود، میراث پدرش رو ادامه بده. محمد رضا شاه که در ابتدا با اشغال کشور و سپس خودداری شوروی از خروج از آذربایجان و کردستان مواجه بود، به تدریج توانست با پشت سر گذاشتن این چالش ها موقعیت خود را مستحکم کند. اما اختلاف شاه با دکتر محمد مصدق نخست وزیر که به برکناری او در کودتای 28 مرداد 1332 منجر شد، از نقاط عطف دوران سلطنت او بود. رویدادی که هواداران شاه رستاخیز ملی توصیفش می کنند. من در کتاب نگاهی به شاه نوشتم که به نظر من در 28 مرداد شاه نبرد اون روز رو برد ولی جنگ رو باخت، برای اینکه بعد از او دیگه یک نوع قهر پیدا شد بین بخش مهمی از جامعه ایران، به خصوص روشنفکرا، حتی بخشی از طبقه متوسط با شاه. به تدریج با افزایش درآمدهای نفتی وضع مالی بهتر می شد و امکان اجرای طرح‌های عمرانی فراهم‌تر. The heyday for the Shah, when the Shah is really coming into his own from the late 60s on. دوران اوج حکومت شاه نیمه دوم دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 میلادی بود. این 10 سال دوران طلایی پادشاهی پهلوی بود. او سرانجام از پول و منابع لازم برای اجرای طرح‌هایش برخوردار بود. بخت خوش ناشی از افزایش بهای نفت چندان دوام نیاورد. شوک قیمت نفت اقتصادهای صنعتی را دچار رکود کرد و فروش نفت ایران
به سرعت کاهش یافت. بحران اقتصادی باعث به اجرا گذاشتن سیاست‌های ریاضت مالی به وسیله دولت شریف امامی شد. نتیجه‌اش افزایش تعداد بیکاران و ناراضیان بود. یک سال بعد با گسترش تظاهرات ضد حکومتی در تهران و شهرهای دیگر، محمد رضا شاه پهلوی در 26 دی 1357 ایران را برای همیشه ترک کرد. سفری که قرار نبود بی بازگشت باشد. شاه به مصر رفت و چند روز بعد راهی مراکش شد. با پیروزی انقلاب، حکومت جدید بر مراکش فشار می آورد و شاه به باهاما رفت. از آنجا به مکزیک رفت و سپس برای درمان سرطانش راهی نیویورک شد. حضورش در نیویورک با تظاهرات مخالفان در آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران همزمان شد. شاه آمریکا را هم ترک کرد و به پاناما رفت و در نهایت در فروردین 1359 به مصر پیش دوستش انور سادات برگشت. محمد رضا شاه پس از 5 ماه حضور و درمان در پایتخت مصر در 5 مرداد 1359 درگذشت. 2 روز بعد با تشریفات کامل نظامی در قاهره تشییع شد. شاه وصیت کرده بود که در ایران و در کنار اعدام شدگان ارتش شاهنشاهی دفن شود. وصیتی که در 40 سال گذشته امکان پذیر نبوده. خشایار جنیدی، بی بی سی. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که نسخه طولانی تر این گزارش رو در برنامه 60 دقیقه امشب میتونید ببینید. در این گزارش همکارم خشایار جنیدی با عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر، و اندرو سکات کوپر، نویسنده کتابی درباره زندگی شاه گفتگو کرده. و متشکرم از اینکه شما بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.